رویایی که همه مردم افغانستان منتظر آن بود. بند کمال خان، بندی که بعد از 700 سال دوباره روند آبگیری آن آغاز می شود. قرار است در سال 1400 بند کمال خان افتتاح شود، بندی که از لحاظ اقتصادی اجتماعی منافع بزرگی نصیب شهروندان کشور خواهد شد. سلام، به یکی دیگر از برنامه های کاوش خوش آمدید. خوش هستم که در این برنامه خدمت شما ایزان حاضر هستم و امروز هم ما بحث و صحبت هایی داریم در مورد بند کمال خان و مهمان هایی همچنان در برنامه داریم که گفته های شما خواهی و همچنان نظریات شما با خود خواهی داشت. مهمانان بسیار گرانقدر ما هر یک: استاد میوند صمدی، مستر اقتصاد، استاد میرحمت سیرت، استاد حقوق علوم سیاسی و انجینیر عزت الله، سرپرست پانزایی انجینیری. خیلی ها خوش آمدیم. خب در آغاز میاییم نخستین سوال از استاد میداشته باشیم، البته از استاد انجینیر ما، که نخست میشه که یک معلومات کلی درباره بند کمال خان بر ما بدهید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود سلام خدمت تمام شما استاد محترم و بنده های عزیز. می خواهیم سوال شما را در دو بخش در حقیقت پاسخ بدم. اولی که بند کمال خان در 18 کیلومتری شمال ولسوالی چهاربرجک و در 955 کیلومتری جنوبی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در حقیقت قرار داره و بالای دریای هلمند این بند اعمار شده. و قسمت دومی که بند کمال خان دارای 16 متر ارتفاع می باشد و این از دو نوع مواد که مواد محلی و مواد کنکریتی می شود ساخته شده. مواد محلیش معمولا در قسمت هایی که در دو جناحش به خاطر ذخیره نمودن آب ها استفاده می شود و قسمت وسطیش که معمولا به خاطر پرچاو نمودن آب های اضافی استفاده می شود، این از مواد آهن کنکریت می باشد. و همچنان این بند در پیش روی خود یک کاسه ذخیره بزرگ را که 52 میلیون متر مکعب آب است ذخیره میکنه و از طرف دیگه هم خودی بند کمال خان در یک ساحه دشتی قرار گرفته که میل کمتری داره. و ما اگر بیم از لحاظ ارتفاع اگر بندها رو ما تقسیم بندی بکنیم، بندها به 3 نوع میباشند از لحاظ ارتفاع. یکی بندهایی که ارتفاعشان را 15 متر هستند در جمله بندهای کوچک میرن و بندهایی که ارتفاعشان از 15 الی 50 متر هستند در جمله بندهای متوسط ارتفاع میرن و بندهایی که ارتفاعشان بیشتر از 50 متر میباشد این در جمله بندهای مرتفع بزرگ میرن که بند کمال خان هم از جمله بندهای متوسط ارتفاع به شمار میرن. پس از لحاظ ساختار و موقعیت جغرافیایی این بند چه سهولت ها و چالش هایی را برای افغانستان میتونه داشته باشه؟ بله، خب زمانی که بندها ساخته میشن طبعا یک کاسه ذخیره بزرگ در خود پیشوش در حد ایجاد میشه و از طرفی هم بر علاوه که یک کاسه ذخیره ایجاد میکنن، دو طرفی بند کمال خان در حد زمین های لامزرا و بایر وجود داره که در حد کشتکار نشده و از اون طرف هم برای که بند تکمیل میشه یک خب امی چیزای مثبت خود داره، مثبت محیط زیستی خود داره، برای زو در حدود بیشتر از 800 هزار متر هکتار زمینی تحت آبیاری قرار میتن. و دیگه ای که از لحاظ تولید برق هم بند کمال خان در حقیقت یک نقش خیلی خوبی را داره که 9 مگاوات برقی در حقیقت تولید میکنه. و در قسمت چالش ها هم چون دریای خود بند کمال خان بالای دریای هلمند اعمار میشه و دریای هلمند هم از مناطق از کوههای مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه میگیره که بعد از تعیین نمودن مسافت 1100 کیلومتر ای در دریاچه به نام هامون که یک دریاچه مشترک بین افغانستان و ایران میباشه ای در وقت سرازیر میشه. طبعا زمانی که بندها اعمار میشن در حقیقت آبش تحت مدیریت و کنترل کشور قرار میگیره که بند بالای اون دریاچه اعمار میشه. یعنی آب به مو جریانی که در حقیقت شکل طبیعی داره و قرار است که جریان پیدا بکنه در کشور دومی بوره و اون شکل نمیباشه، مقدار آبش کم میباشه. و مو خاطر است که یک نگرانی ها را در حقیقت و بعضی چالش ها و مداخلات هم از کشور طرف کشور همسایه طبعا در این قسمت در حال و آینده ما میداشته باشیم. خب حال میم و سوال میداشته باشیم البته از بخش حقوقی که بند کمال خان یکی از جنجال ترین مسئله حقوقی میان افغانستان و ایران بوده، شما از لحاظ مسئله سیاسی و حقوقی راه حل آن را چگونه میبینید؟ خب توجه داشته باشین در رابطه با بحث بند کمال خان
و آب دریای هلمند معمولا ما چالش های بین ایران و افغانستان بین دو دولت وجود داشته، اما ما یک قرارداد داریم برای قرارداد هلمند در سال 1351 که بین دو دولت امضا شده و گفته میشه دقیق ترین قرارداد هست و بر اساس قرارداد سالانه 817 میلیون متر مکعب آب این حق آبی ایران هست که این سرازیر میشه به ایران. متاسفانه در طول سالیانی که ما با چالش های بسیار کلان در داخل افغانستان و تا حال روبرو هستیم، ما هیچ گونه کنترل بر آب دریای هلمند نداشتیم و سالانه حدودا 3 برابر حقابه ایران ای آب وارد ایران شده و متاسفانه ما نتونستیم کنترل دقیق داشته باشیم. به من لحاظ بوده که بارها وقت بحث آبگیری مطرح شده، بحث احداث بند مطرح شده، ما نوع تهدیدهای غیر مستقیم از جانب ایران که میتونه ما را تحت فشار قرار داشتیم. اما رای حل به نظر من است که دو طرف به روی موازین بین المللی کاملا اینا باید به توافق برسه و بر اساس قراردادی که ما داریم ایرانی ها میتونه همون 817 میلیون متر مکعب آبی که البته بر اساس قرارداد مربوط به اونا میشه اینا وارد ایران شود و در صورتی که دو طرف روی قوانین و موازین بین المللی اینا با هم مطابقت اینا توافق نداشته باشه، ما میتونیم چالش های کلان هم در آینده داشته باشیم. تأسیسات بند، البته تأسیسات بندها در کل چه اهمیتی برای اقتصاد یک کشور دارد و افغانستان که بندهای زیادی دارد چگونه میتواند به صورت خوب از آن مدیریت کند؟ اگر در کل صحبت کنیم، نه تنها که ایجاد بندها بر افغانستان مهم است بلکه بر کلی بر تمام کشورهای که در همسایه ما شما هستند، چه ایران باشه چه پاکستان باشه چه اروپا باشه مهم است. از نگاه اقتصادی چند نقطه مهم و اساسی اقتصادی میتونیم یادآوری کنیم. یکی، ما میتونیم با ایجاد بندها تولید انرژی برقی کنیم. دوم، نقطه اساسی است که ما با ایجاد بندها در حقیقت میتونیم که بهترتر و خوبترتر کشت و زراعت را بهبود بدیم و آبی که ضرورت داره بر زوا ارائه نماییم. سوم نقطه ای هست که در حقیقت زمانی که ما ایجاد بندها در کشور می نماییم، در حقیقت این می تواند کمک برای ایجاد اشتغال زایی بیشتر در زمینه در منطقه کنه، برخصوص در ولایت نیمروز که بیشترین مردم در کل اگر صحبت کنیم افغانستان بیشترین مردم یا 90% مردم در دهات زندگی می کنند، پس طبعا بیشترینشان مشغول کار زراعت هستند، پس وا در حقیقت ضرورت به کار دارن. پس زمانی که بند ایجاد میشه اینجا زمینه آبیاری برای دهقان میشه، یعنی میبایست چیزی میشه که وا در حقیقت کار کنه. در اقتصاد ما یک بخش داریم بیکاری، ما سیزنال امپلویمنت هم داریم که به فصل های مختلف کار وقتی کار وجود نداشته باشه خود دهقان بیکار میشه. پس یکی از دلایل است و اهمیت مهم بودن خود اقتصادی بندها، ایجاد بندها در کشور است و همچنان ما میتونیم که در حقیقت با ایجاد بندها در حقیقت بهبود یا افزایش عواید کشور هم کنیم و زمان ما میتونیم که این نکات را از نگاه فواید اقتصادی یا نکات اقتصادی را ما به دست بیاریم زمانی که مدیریت خوب کرده بتونیم از آبا. در مدیریت اولین چیزی که مهم و اساسی است استخدام اشخاص متخصصین در مدیریت آب و حفاظت از بندها. دوم، آگاهی دهی برای دیاقین درباره از اینکه مدیریت آب چه قسم کنه. در زراعت همچنان ما یک بخش داریم به نام دریپ اریگیشن سیستم داریم که در حقیقت این میتونه که کنترل یا نظارت خود آب را در زمینه در منطقه برای دیاقین یاد بده. و همچنان نقطه سومی که هست بسیار مهم است تشکیل استراتژی های درست در زمینه مدیریت آب بندها هم میتونه که در حقیقت کمک بیشتر و خوبتر کنه که هم ما میتونیم که بهبود اقتصاد کشور کنیم و همچنان میتونیم کنترل یا نظارت آب های یا بندهایی که ما داریم در افغانستان شد. با بازسازی بند کمال خان از لحاظ حوزه اقتصادی در سال 1400 چه حد، البته تا چه حد میتونیم برای افغانستان سودمند باشه؟ در کل اگر صحبت کنیم قسمی که جنرال صاحب هم صحبت کردن، بند کمال خان در حقیقت ظرفیت 52 متر مکعب آب را داره که با این ما میتونیم در حقیقت بیشتر از 80 هزار هکتار زمین را آبیاری کنیم که خودش بسیار یک نقطه مثبتی است. در کل اگر ببینیم مساحت جمعی کلی افغانستان 65 میلیون هکتار هست که از این جمله تنها ما 8 میلیون هکتار زمین ما برای زراعت داریم که تقریبا صرف 4 میلیونش قابل زرع هست. به چی دلیل؟ به دلیل از این کمبود آب.
پس زمانی که هر چقدر بند اعمار بند زیاد شوه، پس اینجا در حقیقت میتونه که زیادتر فرصت برای کشت و زراعت شوه، پس در سال 1400 میتونه که یک فرصت بهتر خوبتر برای زراعت بخصوص در کش در بخش زراعت در مناطق بخصوص در منطقه زراعت نیمروز شود. و همچنان ما میتونم گفته که تولید انرژی آب برق هم اینجا افزایش پیدا میکنه. در سال 1400 ما خود زمانی که بند کمال خان ایجاد شد، بند کمال خان تنها برای آبیاری نیست بلکه برای تولید انرژی هم است که ما میتونیم که در تقریبا تا 9 کیلووات برق هم تولید کنیم که این 9 کیلووات برق میتونه در حقیقت تا حد کافی اندازه بی برقی یا در حقیقت اما مشکلات مردم نیمروز را حل کنه که مکمل نمیتونه، به خاطر که در حدود 25 کیلووات برق را ما حالا وارد میکنیم از ایران. پس در صورت ازی ما گفته میتونم که خودکفا نیست، خود آیا اندازه میتونم در کل همچنان ما صحبت کرده میتونیم که در کل ما میتونیم که با ایجاد بندها میتونیم اشتغال زایی خوبتری در سال 1400 برای افغانستان کنیم که میتونیم گفته که تا بیشتر از 100,000 اشتغال زایی برای دیاقین در ولایت نیمروز میشود. و همچنان ما میتونیم که زمینه را باز نماییم برای سکتور خصوصی یا برای صنعت در ولایت نیمروز تا ما بتانیم خودکفا شیم در بخش زراعت. و ما تنها در ولایت نیمروز یا نه نه تنها در ولایت نیمروز زیادتر، به خاطر اینکه نیمروز این حالا بیشترین واردات که تجارت از بخصوص زراعتی را از کشور همسایمان از ایران میکنه. پس برای کاهش تا یک اندازه میتونه کمک کنه. اینجا ما میتونیم که امو ترید بالانسی که هست او را بیشتر افت کنه. درست. سپاس. به اساس گزارش ها پس از آن که بند کمال خان به بهره برداری سپرده شود، آیا آب های قابل کنترل خواهد بود و اگر بود چیگونه بابد کنترل کنید؟ برای ساحه که بند کمال خان در حقیقت ایمار میشه، ساحه بجو الله مزروع هست، یعنی ساحه سبز نداره. طبعا زمان که به بهره برداری سپرده میشه و در پیش روی چون که یک کاسه ذخیره که 52 میلی متر مکعب آب داره، این در حقیقت ذخیره میشه و اون ساحه سرسبز میشه. خب و همچنان امی باران های موسمی که در حقیقت به شکل جریان های سطحی هستند تا حالا به شکل بسیار بی هدفی و از این استفاده درست صورت نگرفته، این جریان پیدا کرده که ما میتونیم مدیریت و کنترل بکنیم. و همچنان یک از اهداف بندهایی است که ما آبهایی که در زمان زیادابی هست ما این را ذخیره میکنیم و در زمان کمابی دوباره از این استفاده میکنیم. و یک از اهداف دیگری که بندها داره است که ما چگونه سیلاب ها را کنترل بکنیم. سیلاب ها همه سال ما داریم، سیلاب ها در حقیقت میه و بعضی تخریبات هم داره. زمانی که بندها ساخته میشه در حقیقت اینمی باعث میشه که سیلاب ها را کنترل میکنه، دیگه زایات و همچنان تلفات مالی و جانی ما نمیداشته باشیم و بخاطر از ما استفاده بسیار دوست داریم. سپاس. و سوال بعدی که از شما میداشته باشیم استاد مصطفی، به نظر شما سیاست افغانستان در قبال کنترل آبهای دریا تا حال چی گونه بوده و پس از این چه راهکارهایی را در این باره خواهد داشت؟ خب افغانستان متاسفانه در چند دهه اخیر هماره با بحران روبرو بوده. ما نه تنها با بحران سیاسی اقتصادی روبرو بودیم بلکه تا امروز حتی با یک نوع بحران مشروعیت روبرو هستیم. به می لحاظ اینکه بیم ما پروژه های زیربنای بحث مدیریت آبها را مطرح کنیم، متاسفانه تا مدت زیاد کمترین توجهی به این عرصه صورت نگرفته. در سالهای اخیر ما میبینیم البته بحث بند کمال خان و سایر پروژه ها و بحث مدیریت آب، امیدوار به این هستیم که بیشتر این کارها بیشتر نمایشی و شعاری نباشه، به خاطر اینکه متاسفانه ما در چند سال بیشتر آنچه که دولت انجام داد بیشتر یک نمایش بود، شعار بود. ما امیدوار هستیم که البته بحث مدیریت آب و اینکه اصلا ما بحث دیپلماسی آبی ما که متاسفانه کمترین توجهی در سالهای گذشته در موردی بوده، در سالهای بعد ما توجه بیشتری در این رابطه داشته باشیم. بحث مدیریت آب که یکی از منابع مهم طبیعی ماست میتونه افغانستان را از لحاظ اقتصادی اجتماعی و آرام آرام کم کم ما را میبره به سوی ثبات سیاسی اگر مدیریت درست شود که متاسفانه تا حال نبوده. البته بحث این که در آینده چی خواهد شد، من فکر میکنم برمیگرده به وضعیت سیاسی ما. متاسفانه دورنمای سیاست درسته که در آینده ما بتونیم به یک ثبات سیاسی برسیم. حالا شما میفهمید که بحث صلح مطرح است، سایر مسائلی که فکر میکنم دورنمای بسیار روشنی که ما را بتونه واقعا و بحث مدیریت آب و منابع داشته باشه ما نمیبینیم، به خاطر که
بحث حتی اگر یک نوع حکومتی مشارکتی هم داشته باشیم، ما گروه هایی که هیچ گونه باور و ارزشی به این مسائل ندارن متاسفانه قرار است بیاورد دستگاه سیاست خارجی و دولت داری ما شده که متاسفانه فکر نکنیم ما دورنمای خیلی روشن نداریم. نه. پس از آنجایی که آب دریای هلمند تا حال بیشتر به سود کشور ایران بوده است، افتتاح به بهره برداری یعنی قرار بگیره، ایران چی سیاست و طول عمل خواهد نشان داد از خود؟ بسیار خوب، قطعا در چند سال اخیر ایران بالاترین بهره برداری از آب هلمند داشته، متاسفانه که دولت ما هیچ گونه یک سیاست روشنی در این مورد نداشته. حتی ما امروز با یک بحث با دیپلماسی آب رو این مسئله مطرح است که ما متاسفانه حتی میرم نتونستیم به گونه درست اجرایی و عملی کنیم. بدون شک در سالهای گذشته ایران توانست بالاترین بهره برداری را داشته باشه، اما قطعا با بهره برداری و با افتتاح بند کمال خان یک احتمال وجود داره که خب ایرانی ها بتونه چالش های خلق کنه. حتی گزارش های از این وجود داشته ممکنه در احداث بند و تا بهره برداری بند ممکنه حملات صورت بگیره، به خاطر که گروه های نیابتی ما میدانیم که کشورهای همسایه گروه های نیابتی داره که میتونه چالش ایجاد کنه. البته یکی دو بارم حمله شد در بند کمال خان، چند تا محافظین بند اینا جان باختن. بله. اما بحث دیگه که مطرح هست، فکر میکنم اگر قرار باشه بحث مدیریت آب بگونه جدی اجرایی و عملی شد و از آنجایی که ایران هیچگاه متاسفانه افغانستان رو با اینون یک طرف جدی نگرفته، یک احتمالی وجود داره که خب بحث بیرون کردن مهاجرین، بحث فشارهای دیگر و حتی در نهایت فکر میکنم حمایت از گروه های نیابتی میتونه همون ابزارهایی باشه که ایران در دست داره و ایره برای افغانستان استفاده کنه. اما ما امیدوار بیستیم که ایرانی ها به قوانین و موازین بین المللی کاملا باورمند باشه و فکر میکنم این حق افغانستان است که به از آبها و از منابع طبیعی خود استفاده کنه و فکر میکنم دیگر ایران باید به این اصل پی ببره که درست ما از لحاظ اقتصادی ضعیف هستیم، اما از لحاظ قوانین بین المللی ما با کشورهای دیگر برابر هستیم، ما کشور مستقل هستیم. البته درست چالش های کلان آیا به نظر شما ایران خواهد پذیرفت؟ خب این که میپذیری یا نه، من فکر میکنم بحث بعدی است که ببینیم ایران چی عکس العمل نشان میده. اما تا حالا نوع رفتار و سیاست دولت ایران را که ما داشتیم متاسفانه یک سیاست معقول و مطابق با قوانین بین المللی نبوده. بارها تلاش کرده خب از ضعف دولت ها استفاده کنه، اما ببینیم در آینده عکس العمل و کار ایران که در رابطه چی میده هست. سپاس فراوان. پس هم برمیگردیم به شما استاد. میمو این بند چقدر توانایی آبیاری زمین های زراعتی تنها از نیمروز خواهد داشت، یا که ولایت هایی که همجوار نیمروز هستن و نزدیک و همسایه های ولایت نیمروز هستن آیا میتونن کنم استفاده کنن یا خیر؟ در کل اگر باز هم صحبت سرزی کنیم، قبل هم درباره صحبت شده هست که تقریبا با اعمار خود بند کمال خان ما تقریبا میتونیم که تا بیشتر از 80,000 هکتار زمین را آبیاری کنیم که تنهایی کافی نیست، باز هم کافی نیست برای ولایت نیمروز. زمانی که ما از نگاه اقتصاد میگیم agriculture surplus خواهد و همچنان گفته میتونیم که زمانی که تولیدات افزایش میابه یا surplus میشه در یک مملکتی، طبعا اضافه که میمانه برای ما وارد میکنیم به ولایت های همجوارمون که هرات است، فراه است، هلمند است و قندهار است. مگر این باز هم کافی نیست، به اون صورت گفته میتونیم که نمیتونه، تنها این میتونه کافی باشه بر خود ولایت نیمروز و باز در آینده کدام پلان های استراتژی های اگر بهترتر خوبترتر در زمینه گرفته شد، تا اون صورت گفته میتونیم که باز به ولایت هلمند هم به فراه که فراه خودش هم در حقیقت بند بخشاباد در فراه هم هست که انشالله در انقریب انشالله بازسازیش آغاز میشه، انشالله که هزی هم میتونیم که یک امید مستقل میتونه شده برای خود ولایت فراه که ضرورت به این نمیشه که ما باز آب را از طرف از ولایت خود نیمروز بگیریم و برای کشت و زراعت ولایت فراه. و همچنان گفتم میتونیم که خود آبیاری یا سیستم آبیاری از بند در حقیقت این برمیگرده به خود سیستم مدیریت آب در زمینه در خود زمینه خود بندها که واچ خصوصا بچین و کدام استراتژی ها کدام پلان های داره باز این در آینده صحبت است. سپاس فراوان.
برمیگردیم به شما استاد. بند کمال خان پس از 3 مرحله بازسازی بالاخره آماده افتتاح شد. برای بیننده ها درباره این مرحله ساخت و ساز میشه کوتاه گفته های هم داشته باشه؟ بله، خب در اصل خودی بند کمال خان در زمان داوود خان رئیس جمهور سابق افغانستانی طراحی و دیزاین شده بود، متاسفانه به دلایل گوناگون تکمیل نشد. بعدن بازی توسط یک شرکت تاجیکی آمد، قرار بود به یک پول هنگفتی در مدت 4 سال ایرا اعمار بکنه که در سال 1391 ای تکمیل شد، اما این شرکت نتوانست در مدت 4 سال تکمیل بکنه، در حقیقت در مدت 6 سال تکمیل کرد. همین باعث شد که قرارداد با این شرکت تاجیکی لغو بکنن و بعدا در سال 1391 دو شرکت که برنگ برایت پرل و آسیا بینا بودن، اینها به شکل مشترک آمدن فاز دو میره یا مرحله دو میشه کار کردن که در سال 1394 در حقیقت تکمیل کردن و بعدا به دلایل مختلف که یک از دلایلشان کمبودی بودجه اقتصادی هم بوده گفته شد که معطل شد به مدت 2 سال و یه در سال 1396 توسط رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی در حقیقت آمد دوباره مرحلش با بودجه 78 میلیون دلار ای از بودجه خود انکشافی دولتی پروسش آغاز شد که در مدت 4 سال ای در حقیقت تکمیل حالا هم قرار است که آخر با بهره برداری سپرده شد. پس با توجه به چالش های امنیتی اگر باز هم بالای این بند حمله صورت گیرد و تخریب شود، از بعد مهندسی به نظرتان آیا دوباره قابل بازسازی خواهد بود؟ خب این بستگی به نوع شدت تخریبش داره. هر جایی که در حقیقت یک ساختمان اگر تخریب میشه بستگی به نوع شدتش داره که چقدر تخریب میشه. خب طبعا زمانی که یک ساختمان اگر تخریب میشه او مقاومت و استواری اولی خود نداره. خب باز هم به اساس از اون ما میتونیم تا حد امکان در حقیقت اما بودی مهندسی و اصحاب انجینیر میتونیم که ما یک ترمیم و بازسازی داشته باشیم. خب از دید شما محققان حوزه حقوق و علوم سیاسی تا چه حدی میتواند در راه حل موضوعات پیچیده آبهای دریایی افغانستان از لحاظ حقوق نقش مؤثرتر داشته باشند؟ بسیار خوب، در این رابطه فکر میکنم ما متاسفانه در افغانستان در سطح کل اگر صحبت کنیم محققین ما چه در عرصه سیاسی اقتصادی بحث بند و سایر مسائل کمترین کار را کرده. در عرصه مدیریت آبها و بند کمال خان یکی از دانشجویان ما که فعلا در یکی از دانشگاه های آلمان هست تحقیقات را آغاز کرده، متاسفانه ما هنوز هم چه نهادهای تحصیلی ما چه دولت ما کمتر به کار تحقیقی و مسائل تحقیقاتی توجه کمتر داشته، کار جدی صورت نگرفته. به همین لحاظ است که فکر میکنم ما نیاز به این داریم که ما در این عرصه بیایم تحقیقات را انجام بدیم و تأثیراتی که میتونه در آینده داشته باشه. به همین لحاظ متاسفانه تا حال تحقیق جدی که صورت گرفته باشه و این بیه به عنوان راهکار دولت ما را تصویب کنه تصمیم بگیره. شما فرض کنید به طور مثال دولت های غرب اگر ببینید معمولا محققین اونا خانه های فکرشون میاد روی یک موضوع تحقیق میکنه کار میکنه بعد دولت رو اجرایی و عملی میکنه. البته بگذارید در اینجا نکته دیگر هم بگویم که ما متاسفانه در افغانستان کمتری مسئله رو داشتیم و حالا شما مثلا با آقای غنی اگر بگویید شاید خوب میگم من از همه یک متفکر هستم نیازی به تحقیق نیست، وقت شما متفکر دارم دیگه نیاز به تحقیق نیست برسونم فکر میکنم همین گونه برخورد میشه کمتر کار صورت گرفته به نظر من و متاسفانه در شاید کنونی به نظر من بیشتر ما یک رفتار تکمحوری را داریم که در این عرصه توجه جدی واقعا صورت نگرفته. کار محققین ما متاسفانه ما یک تحقیق جدی هم هنوز نداریم در این عرصه. سپاس فراوان. خب باز برمیگردیم به شما استاد. تا حال آبهای کشور البته چگونه مدیریت شده و به سود کشور همسایه قرار گرفته که هیچ ما نتونستیم که خود ما به صورت درست از آبهایی که در دسترس داریم استفاده کنیم؟ 5500 مگاوات برق ضرورت داره سالانه افغانستان که تقریبا 70% از ما از واردات از کشور همسایمان میگه ایران است، پاکستان است و ایران، تاجیکستان و ازبکستان است که در حقیقت اگر ببینیم ما خود ما ظرفیت 310,000 مگاوات برق داریم که خودش نبودی کمبودی آب است. بعد یکی نبودی کمبودی آب و دیگه ایجاد تشکیل بندهای کافی در زمینه هم میتونه که حقیقت مشکلات را ایجاد کنه که ما در حقیقت تمرکز سر از این نکنیم که واردات ما زیادتر باشه در زمینه برق و
خود ما تولید ما کمتر باشه، که در حقیقت صرف 25% ما تولید کردیم. زمانی که سرمایه گذارا ما گفتیم در کل اقتصاد بعضی اوقات دولت هم نمیتونه که کل مصارف زیربناها یا انفراستراکچر دیولپمنت را کنه. طبعاً اینجا ما ضرورت داریم به چی سکتورهای خصوصی یا سرمایه گذاری که او را از طریق ما FDI میگیم، فورن دایرکت اینوستمنت، که هیچ در افغانستان وجود نداره، که یکی از دلایل ازی بوده که ما در حقیقت نتونستیم که به شکل درست یا تکمیل یا تشکیل خود بندها را در کشور کنیم. پس این نقطه و دیگر نقطه مهم و اساسی اینجا هست که زمانی که ما بندها را مدیریت درست هم کرده نمیتونیم، به دلیل ازی هم هست که ما متخصصین نداریم. وجود یا کمبود متخصصین در رأس مدیریت آب یا حفاظت بندها هم یکی از چالش‌های دوم. دیگر نقطه ای هست که قسمی که جناب استادم فرمودن که ما در حقیقت حفاظت در حقیقت سیاست یا در حقیقت ثبات سیاسی در کشور هم نداره. زمانی که ثبات سیاسی باشه در حقیقت این خودش میتونه که در حقیقت در تنظیم و در مدیریت بندها هم رول بسیار مهمی را بازی کنه. درست است؟ یعنی همین سه نکته، نبود سیاست درست و نبود مدیریت درست و متخصصین. متخصصین خودش باعث از شده که همسایه ها بتونن که از ما از آبمون به شکل و نحو استفاده کنن. و یکی دیگری بسیار انمی میتونه که در حقیقت وقتی که در کشوری که امن نباشه، امنیت نباشه، ثبات سیاسی نباشه، پس هر کس استعمارش میکنه. درست؟ هر کس میاد استعمارش میکنه. استعمار آب گفتم در کل ببینین خودتان اسرائیل نشان میده که تقریبا ما 5500 مگاوات برق ضرورت داریم. از این 5500 ما 70% وارد میکنیم، 25% خودش ما تولید، که در حقیقت ما 310000 مگاوات برق ظرفیت تولید شده. پس ما چرا نمیتونیم؟ چرا ما این را فکر ازیم؟ چرا که به خاطر که ما ثبات نداریم، به خاطر ما توجه نگردیم. یکی توجه داشتن به ارزش آب در کل، اگر ببینیم در افغانستان احصای دیگه از ملل متحد هم نشان داده که تقریبا 40% مردم به آب سالم دسترسی دارن، 60% دیگه کل مردم به آب ناسالم است. این از چی است؟ چرا این قسم است؟ درست است؟ این یکی از دلایلی از این هم است که ما در خط فقر هستیم. خط فقر به این مطلب است که ما حداقل یک دلار هم نداریم. چرا؟ به خاطر که پیسی که ما به دست میاریم پس در چی؟ در حفاظت، در تداوی پس کلش مصرف میشه. درست است؟ پس این از نقاط مهم و اساسی هستن که در حقیقت ما ضعیفی یا نقاط ضعیفی در مدیریت آبهای بندی که در افغانستان هست تشکیل میدن. درست، تشکر استاد. خب استاد، باز برمیگردیم به شما. در یکی از سایت های اینترنتی نوشته شده که ایران حق آب هلمند را از افغانستان میگیرد. چطور؟ آیا میتونه که این کار انجام بده یا که خیر؟ خب اگر این سوالی گوره باشه که حق ما را فکر میکنم بیشتر میگیره، تا حالا فکر میکنم خب ایران چگونه از آب استفاده میکنه؟ ایران بر اساس قوانینی که ما داریم، ما یک قرارداد داریم با ایران. بله. و بر اساس این قرارداد پیشتر ما ایران مطرح کرده بکنم میتونه 817 میلیون متر مکعب آب در سال استفاده کنه، اما ایران سه برابر استفاده کرده، به خاطر که ما هیچ گونه از حقی که داشت بیشتر، بله بله، به مراتب بیشتر استفاده کرده، هیچ گونه کنترلی به این نبوده و اساسا بیشترین مفاد ایرانی هازی انجام داده. علتش هم است که مثلا ما در این دو سه دهه اخیر ببینیم اصلا ما یک دولت باثبات که فکر رابطه انجام میده. متاسفانه دولت ما بیشتر به فکر انتخابات و باجدگی و این مسائل تا حال بوده، این که ما بیم روی مسائل زیربنایی و انکشافی کار جدی صورت نگرفته. به لحاظ است که ایران به مراتب از حقی که بهش داده شده بیشتر استفاده کرده و ما حتی یک مکانیزمی که کنترل کنیم این آبها را که خب ایران چقدر آب بگیره هنوز نداشتیم. و اگر این گونه فکر میکنم دوام کنه، ایران بیشتر به مراتب میتونه از استفاده کنه، یعنی بیشترین آبهای ما رو میتونه که تصرف کنه. تا حالا هم این گونه بوده، ایران و پاکستان در مجموع استفاده کرده. دلیلش هم بوده که خب ما در این چند سال با یک کشمکش درونی در سیاست دوچار بودیم و هیچ گونه فکر در رابطه که ما بیم مسئله مدیریت آبها رو مطرح کنیم متاسفانه نبوده. خب برمیگردیم به شما استاد. بیایم ما بپرسیم از شما که در آینده، یعنی آینده که با پیش رو داریم، شما با افتتاح این بند چگونه ارزیابی میکنیم که آیا چقدر به سود ما خواهد بود و آیا ما میتونیم که به صورت درست ازش استفاده بکنیم یا خیر؟ در صورتی که نقاط ضعف اگر عملی شود گفتم میتونیم که ها مثبت هست، اگر عملی نشود منفی هست. یکی ارزش قائل به آب. زمانی که حکومت ما شما افغانستان ارزش قائل باشه بر آب، در این صورت ما شما گفتم میتونیم که
ما در این صورت پیشبینی مثبتی کرده میتونیم. به این مطلب از گفتم عیسای های قبلا هم یادآوری شدم که عیسای ها نشان میده که از ملل متحد که 60% مردم افغانستان به آب ناسالم رسیدن. که خودش وجود نداشتن در حقیقت ارزش به آب در کشور است. زمانی که این شود در حقیقت ما میتونیم که پیشبینی خوبی و مثبتی است. و ایجاد بندها گفتم هم میتونه که آب سالمه و در حقیقت اگر ببینیم در ممالک مثل همسایه ما مثل هند که است. یعنی میال ما کم بوده با آب آشامیدنی هستن. ما شکر الحمدلله آب ما شیرین است. درست است. بندهای زیاد داریم. چرا ما این را استعمال میکنیم؟ چرا ارزش قائل نیستیم باز؟ زمانی که ارزش قائل باشیم بس در صورت به این صورت گفتم میتونیم که بندها ایجاد میشه. اعمار بندها به حد اندازه زیاد میشه. اینمی در حقیقت پیشبینی مثبتی است. دوم سوم نقطه ای است اعمار بندهای زیاده. هر چقدر اعمار بند زیادتر شد اماقدر ما نظارت کنترل شد. نشان دهنده کنترل و نظارت و مدیریت بندها است. در این صورت ما میتونیم که حتی جلوگیری از کشورهای همسایمان کنیم مثل ایران و پاکستان آبایی که در کشورها میریزن. و همچنان در حقیقت ما قدرت مذاکره را هم باید داشته باشیم. زمانی که ایجاد مذاکرات در قدرت مذاکرات همراه کشورهای همسایه در مدیریت آبها ما داشته باشیم در این صورت ما میتونیم که در حقیقت پیشبینی خوبتر و درستتر از ایجاد این بندها در آینده کنیم. سپاس فراوان از همه شما استادان عزیز و گرانقدر که حاضر شدین و در مورد گفته های داشتین. با تشکر از همه شما بیننده های عزیز و علاقمندان خوب برنامه که با علاقمندی خاص برنامه را تعقیب کردین. این بود برنامه امروزی کاوش که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه دیگر همه شما را به لاح پاک می‌سپارم. شاد آباد سربلند و سرفراز باشید.